السلام علیکم وطندارای عزیزم، وقت شما بخیر. یک سلام ویژه و خاص دارم به دوستایی که در بیرون از افغانستان ما را تماشا میکنن. آرزوی صحت و سلامتی همه شما را دارم. باز هم سراچه فرا رسید. من فرهاد رامکیستم، شما طلوع را بیننده هستید و امشب مهمان داریم، جوانی که از دهکده میمنه فاریاب با سختی ها و دشواری ها آزمون کانکور را سپری کرد و دوری از فامیل را به جان خرید و عازم هرات باستان شهر خواجه عبدالله انصاری شد. بعد پس از فراغتم روزها و ماها در جستجو بود تا وظیفه دریافت کنه و سرانجام در رسانه راه پیدا کرد و در میان گرداندهای خبری با یک اشکریزی خود فوق العاده مطرح شد. مطمئنن شما چهره را که امشب دعوت کردیم شناختین. دوستا یاد ما نره که لهجه مادریشان یا زبان مادریشان زبان ازبکی است، زبان زیبای ازبکی، اما لهجه دری را بسیار زیبا و گویا صحبت میکنه. در برنامه امشب سراچه سبغت سپر، خبرنگار که شما با نام و نشانشان آشنا هستین و بدور از موضوعات سیاسی و اجتماعی، بدور از موضوعات سیاسی و خبری خواستیمشان تا یک گفتگوی بسیار شیرین و خودمانی در برنامه سراچه خواد داشتیم. جناب سپر صاحب بفرمایید. سلام. خیلی خوش آمدید. چل دارم. بخیر هستید. بخیر هستید شما. سر سلامت. زنده باشید. بفرمایید سپر عزیز. بسیار خوشحال هستم که خود دانه در سراچه میبینم و بسیار تشکرم میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفته. از دعوتتون بسیار خوش شدم و اجازه باشه به مردم عزیز خود سلام و احترامات خود تقدیم بکنم، کسانی که در داخل هستن و کسانی که در بیرون هستن به کمک خداوند زندگیشان خوش بگذره. بخیر باشین. خوش کلدین؟ خوش کلدینیز. کلدینیز؟ خواه، یخش میسیست؟ سلامت. قندق رحمت. شکر. این ما هم نگوین، یاد دارین؟ یاد میگیریم. زبان زیبای ازبکی را اگر یک سلام علیکی به زبان زیبای ازبکی هم با هموطنهای ما داشته بشه بسیار از خوش میشم. عزیز وطنداش لرم، همه لرین سلام احترامات تقدیم قلمن، امید قلمن که همه لرین ساق و سلامت بل سایزلر و زندگیلی یخشو است. بخیر باشین. هر چیزی گفته تا من فهمیدن دوستایی که مخاطب شما بودن. بله بله. سبقت چند سال داری و در کدام ولایت افغانستان تولد شدی؟ 30 سال. سال 1371 ماه حوت روز 12 دیگه شب ساعت های 12 به دنیا آمده. دوشنبه بوده. خواهی شب ساعت بیاد. پدر جان همونطور رسم بوده که در قرآن در یک گوشش بینویسن، نوشته کرده بودن. دیگه تقریبا 30 سال میشه دیگه. 30 سال. چند ماه دیگه باقی مانده به خاطر که خودت 30 ساله شد یا پا میگذاری به 31؟ دیگه کم مانده داخل 30 میشیم بخیر. خواه داخل 30 میشین بخیر. دیگه در ولایت فاریاب در شهر میمنه دیگه ناحیه چهارم توکلی خانه در اونجا به دنیا آمده. و در چی گونه یک فامیل به دنیا آمدی؟ فامیلتان کسان هستند که تحصیل کردن یا بعض از افراد اشخاص که در اکثریت افراد اشخاص که در سمت در دوردست های افغانستان زندگی میکنن از تحصیلات خوب برخوردار نیستن متاسفانه؟ پدرم تحصیل کردن تا 16 را خواندن. نام خدا. دیگه 8 سال معلم بودن و بعد از او دیگه روزگار و جنجال ها زیاد بوده، دیگه این وظیفه مقدس ترک گفتن. دیگه در فامیل بعد از او خب مادرم سواد نداشتن، ولی مک میبینم خیلی با سواد هستن ولی سواد ندارن. دیگه خانواده از بچه ها کرده دخترها بیشتر با سواد هست از داخل خانواده. دیگه دو تا خواهرم دانشگاه خواندن، یکی دیگیش میخوانه همزمان درس میده، یک مدرسه دینی هم داریم، یک خواهرم اونجا به اولاد مردم تدریس میکنه به دخترها. دیگه ما تحصیل کردیم
رفتم ژورنالیسم خواندم. آه، اورا حتما میایم سر تحصیلات ختم. برادرم نتونست سال دوم دانشکده اقتصاد بود ترک کرد. او هم به خاطر ما قربانی داد واقعیتش. دیگه باید یکی باید قربانی میدادیم، یکی باید پیش میرفتیم. مشکلات اقتصادی پیش آمده بود. همین رقم دیگه خورترک هم دیگه مصروف همکاری با پدر است. دیگه درس هم کم کم میگن میخونه. میگن میخونه. بله، ما اوقدر چون ما 3.5 سال میشه خانه نرفتیم. خواه، 3.5 سال میشه که به زادگاهتان نرفتین دیگه. بله، پدر جان ندیدیم، مادر جان دیدیم، مرزگاه میان. خال خوب است، تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده. نه واتساپ و نمیفهمم. من نمیفهمم، با پدر جان بسیار کم صحبت میکنیم، بسیار فاصله. بچه ها هم ترس فکر میکنم. من میال پدرم تقریبا 1 سال چند ماه میشه دور است از ما و کاروار میکنه در بیرون از افغانستان. هر شب در خانه زنگ میزنم، مادر جانم، دیگه خواهرم، همراهشون صحبت میکنم. اگر من کمتر صحبت میکنم، شاید هر یک ماه بعد یک بار دوباره اتفاق بیفته صحبت کنیم، مگر بسیار دوستشان هم دارم. میفهم دیگه، از ما هم تقریبا همینطور است و در کل فکر میکنم اکثریت همینطور است. با پدرشون کمتر چی دارن، در تماس روش داشته باشن دیگه. تو چی میگن که امو احترامشان است، همیشه چشم خود پایین انداختیم، زیاد نمیتونم طرف شد. با امو خاطر بوده نتونستیم که همراهشان صحبت بیشتر بکنیم، ولی میفهم زیاد دوست دارن و هم دوستشان دارم. بسیار خوب. از دوران مکتب قصه کنیم. مکتب در کجا تمام کردین؟ چگونه یک شاگرد بودین؟ معلوم میشه که بسیار یک شاگرد آرام و عاجز و کم جرأت بودین. در پیشانی تان نوشته است دیگه. در تنبلی تان خونه گوییم، در تنبل خاتم. در قسمتی که کم جرأت بودم، شاید در اون منطقه من در کم جرأتی حریف نداشته باشم، بسیار کم جرأت بودم. و در قسمت تنبلی هم خوب تنبل بودم. پدرم حالا که برنامه را میبینن میفهمن. و وقتی که ملا می رفتیم درس دینی مسائل می خواندیم، باز بچه ها رشخند می کردن، باز پدرم دیده بودن و باز چند شب مرا درس دادن تا فکر می کنم خودشان قصه می کنن، مرا کم یادم می خورد بودم. قل هو الله احد تا اینا را همو هجاوی چیزا را یاد داده بود. ما بعد از او دیگه از حالت تنبلی بیرون شده بودم، از پیش پدر درس های ابتدایی را شروع کرده بودم. بعد از او دیگه روحیت در اونجای طور بود که مثلا ملاها که درس میدادن سخت گیری هم میکردن، خوب لطام خوردیم دیگه. تا اینکه امی بر روحی آدم امی لط کردن بسیار تاثیر داره. ما برداشتم است که هیچ کس نباید بساری یک کسی که یک چیز یاد میته نباید او را شکنجه کنه، برش یاد بده، باید با مهربانی یاد بده. ولی روحشان شاد، استادای ما یک تعدادشان نیستن. حاجی صاحب محرر بسیار آدم بزرگ بودن، در پیش اونا درس خواندم. کمتر کسی هم میرفتن پیش اونا درس میخواندن. ما پدرم که رفتم باز گفتن که گوشتش از ما، استخوانش از شما، یه قرارداد ماست دیگه، بچه ایتان رو بمان این درس بخونه. در اونجا درس کارم شد دیگه. بازی طور شده بود که شبا وقتی روز لط میخوردیم، سر پای استاد شدن، به یک پای استاد شدن، باز که خانه میامدم شبا از جای خود میخستم، میترسیدم. به همون خاطر میگن چوب استاد تلاست دیگه. پیشتر گپی که گفتم حالا خیلی ها میگن او چوبا برای حالا که میبینیم بله تأثیر گذار بوده، اما در کل من طرفدار چوب نیستم که مثلا با چوب یک پا درس بدیم، بالاخره یاد بگیره یک چیز آدم. من هم طرفدارش نیستم. با لطف و مهربانی میشه که بسیار صمیمانه یک طفل، یک نوجوان، یک جوان یک چیز را به حافظه خود بسپاره. حالا یک وقفه اگه اجازه باشه بگیریم. بفرمایید. اجازه است؟ مهربانی.
وقفه میگیریم، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. همراه سپهر عزیز قصه های بسیار جالب دارم، جای دیگر نرین دوستان. بازم خوش آمدین. یک تشکری ویژه خاص از حمایت کننده برنامه هپی ماسف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. ما هم یک کم بنوشون دوستا، اگر اجازه شما باشه. شما حتما بنوشین. سپهر عزیز، شما میتونین که استفاده کنین انرژی که مانده شده مربوط مهمان است و شما تشکر. امروز یا امشب مهمان ماستین و مهمان خود ما بسیار دوست هم داریم. مهمان باشن. دوست خدا است. و خیر باشین. میشه که بنوشین؟ اونجا گرفتیم. شما هم از طعم بسیار خوب و مزدارش لذت ببرین. سپهر عزیز، بعد از این که مکتب را تمام کردی، میدانیم که ژورنالیسم خواندی و قصه کو از اون روزا و از اون وقتا چه زمان بود، چند سال پیش از امروز بود و چطور را پیدا کردی به ژورنالیسم؟ اصلا آمادگی کنکور خوانده بودی، نخوانده بودی یا همراه خود درس خوانده بودی؟ آمادگی کنکور نداشتم. من به ریاضیات و به مضامین ساینسی بسیار تنبل بودم. آکردش دیگه استاد ما یادم میاد که استاد زیاد میگفتن پیششان میرفتیم ریاضی میخواندیم. من 4 سال پشت سر هم طاقت خوانده بودم پیششان، از این طاقت بالا نرفته بودم. باز به من گفت که از تو دیگه جواب در ریاضی چیز جور نمیشه، خلاصه تو زحمت نکش دیگه. باز امتحان کنکور، آزمون کنکور شد دیگه، رفتیم، تقلب بود دیگه. یک کسی به ما فرم آورد، داد، حل شده بود. به دست استاد دادم، گفتم هر کسی فرم 73 را داره برش بخونیم. دیگه 285 نمره گرفتیم، نمره تقلبی. رفتم به دانشگاه ایران. یعنی ایر اعتراف میکنی خودت تقلب بله. کردی و توسط بله. تقلب کامیاب شدی به بله. ژورنالیسم هرات؟ چوری کار کردی؟ خب او وقت همی بود خب. چون امی گونه چیز بود، ولی خیلی ها بودن درس میخواندن. بازی نمیشه که مثلا من تقلب کردم، همه تقلب کرد. اما امو دوره همی گونه بود امتحان دیگه. شرایط این که آزمون کانکور داشته باشی گپا خیلی کم بود دیگه. من نمیخواندم واقعیتش. من زیاد در مکتب خوب نبودم. یادم میاد جا داره از همه استادات تشکری کنیم که دوران و مکتب زحمت کشیدن و آن چیزی که مربوط اونا میشدن گفتن، چیزی که ما برداشت کردیم که حالا میبینیم تاثیرگذار بوده. حداقل از درس کتابشان که نگرفته باشیم، از درس نصیحتشان گرفتیم و از همگیشان تشکری میکنم. یگان وقت که سر صنف میخستاندن دیگه برام دیگه سخت تمام میشد. سیاهی کلن به سرم حاکم میشد. یک کسی را مثلا به سرش یک سنگ یک تنوری مانده باشی دیگه، او را بگویی که راه برو دیگه. سخت بود. روزای یادم میاد که وقتی میخواندم عرق سر میکرد دیگه، نمیتونستم گلونم مرغک میشد دیگه، نمیتونستم صحبت کنم. هنوز هم هست که میبینی دیگه. از اونجا رفتیم، ولی مخالفت زیاد بود حداقل در درون خانواده. مادر جان که با وجودی که خیلی مرا کمک کردن، همیشه چوب به دستشان بود، مرا ملا روان میکردن، کورس روان میکردن، تعقیبم میکردن. مثلا میرفتیم در کوچه بازیگوشی میکردیم، پشت ما میامدن. باز مادر جان همیشه متوجه بود که باید میگفت درس بخونی. وقتی اونا گفته بودن که تو باید انجینری بخوانی، دکتری بخوانی، یک برداشت نمیفهم حالا بد بگویم، ما فقط همه چسبیدیم به رشته انجینری. آید داره، پیسه داره. پیسه درست پیسه داره، ولی دنیا خیلی رشته های دیگه داره امروز. یقینه اگر میخوایم پیشرفت بکنه یک کشور در تمام عرصه پیشرفت کنه، نه مثلا در چنل. من مخالفش نیستم که مثلا طب نخوانه، بخوانن.
دیگه. ولی در خانه ها ذهنیت ها همی است که باید دکتر شوی، باید انجینر شوی. من ژورنالیسم از همون دوره ها در ذهنم بود، چون گپ زدن نمیتونستم، میخواستم بگم که یک روز من باید گپ بزنم، بالا هم گپ بزنم. و پدرم یک آن وقت مثلا مرا یک جای میبردم، پشتشان پنهان میشدم، میگفت این پسرتان است، باز میگفتن نه، میگفت این طرف مثلا ماماهایشان نرفته، این بسیار چیز است، خجالتی است. خب اینمی به ذهنم همیشه حاکم بود که من میگفتم از این وضعیت باید بیرون شوم. تلاش کردم برش تا اینکه داخل هرات رفتیم. هرات کاملا یک جامعه متفاوت بود. روی هرات صحبت خواد کردیم جناب سپیر، اما بیاین هنوزم چطور مادرتان قدر توقع بلند از شما داشت، در صورتی که شما میگین من یک شاگرد تنبل بودم و استعداد از این را نداشتم که حتی با ژورنالیسم راه پیدا کنم، و چطور میتونست که سر شما قدر باورمند باشه که بچه میتونه یک دکتر شوه، یک انجینیر شوه، یا هم یک حقوقدان شوه، در بخش های دیگه درس بخونه؟ چون چند تا دکتر در منطقه ما دیده بود، به همون خاطر میگفت که مثل اونمو شوه. خب این استعداد شما رو نیده بودی؟ آرزوش همی بود که باید لوحه دکتری را به مخام پیش روی خانه بزنیم، بالای دروازه بزنیم. اما تو شاید باور داشتن و طرفداری بودن که دکتری بخونم، چون شرایط کار روزنامه نگاری را حداقل اونا هم درک میکردن، میفهمیدن. اما شب روزا در هتل سیرینا یک حمله شده بود، یک خبرنگار با خانوادهش اونجا جانش از دست داد. اونمو شب روزا بود ما اعلام شد که نتایج آواش ما در ژورنالیسم ایراد کامیاب شد. با ساعت های شام 5-6 بود دیگه، تقریبا شام بود، یادم میاد دقیق. یک دوست ما محبت الله زنگ زد برام، گفت که، من گفتم نتیجه چی شد؟ گفت که کامیاب نشدی. نه، گفتم شوخی نکن. گفت ژورنالیسم هرات کامیاب شدی. خودت دیگه بخی خاطر جمع بود کامیاب هستی، به خاطر که فرم تمام قبل از تمام به خودت اونجای دماغی شده بود. چون دیگه من گفتم کامیاب میشم. من کابل اولین انتخابم بود، دومش هرات بود، سوم مزار بود. دیگه من همیشه انتخاب کردم از زمین 5 انتخاب. سه انتخاب داشتیم، در انتخاب دوم کامیاب شدیم. اگر در غیر از هر مضمونی باشه دیگه من نمیخوانم، هر رشته دیگه باشه دیگه. این سه انتخاب بود و گفت که هرات کامیاب شدی. من ناخودآگاه به زمین خودت انداختم، سجده شکر کردم، گفتم شکر. ولی در خانه آمدم اقه خوش بودم، ولی در خانه دیگه مثل اینکه بسیار یک سایه سیاه حاکم شده باشه، همه چیز شدن دیگه. برشان زنگ زدم، گفتم که من نمیتور کامیاب شده. با اونا ناراحت بودن که شما در ژورنالیسم ناراحت بودن. مثلا مادرم گریه کرد، گفت که حتی آمده بودن که زمین و یک جای و گپا رو بفروشن، مرا روان کنن طب بخونم. دیگه مقاومت ها شد تا اینکه بالاخره یک دوست پدر ما جناب دکتر صاحب عبدالرحیم، اونا گفته بودن، باز پرسیده بودن این سبقت کجاست، گفتن که چی شد نتیجهش، باز گفتن که در هرات برآمده ژورنالیسم. گفتن ما خو نماندیم هم تو چیز، باز گفتن نه، گفته ژورنالیسم خوب است، مثلا از قوم های ما در لندن است، زندگی خوب داره، گپا رو گفتن. باز ذهنیت تغییر کرده بود. من 2-3 هفته بعد از اینکه چی شد سنفا شروع شد، درس ها شروع شد، رفتیم، چون دو تا بچکوکای ما هم در هرات کامیاب شده بودن، همزمان امتحان داده بودیم، باز اونا رفتن، من مانده بودم. بالاخره اینا از راه زمین رفته بودن، اینا رو دزدا گرفته بود، چرا هم دیگه نشد. من از طریق هوا روان کردن دیگه، پولش پدرم دادن، گفتن تو برو زمینی نر. خب بعد هرات رفتی، روابط و رفتار و رویه دوستایی که در هرات بودن، هراتیای عزیز، با خودت چطور بود؟ در هرات که رفتم دیگه برم، چون تا اونجا که در فاریاب بودیم، من سفر ولایتی نداشتم، مثلا مزار، شبرگان اینا ندیده بودم. از زمین دو تا دروازه شهر میمنه بیرون نشده بودم. اگر رفته باشم در یک جای مثل المار اینا رفته باشم. خب حتی کابل نیامده بودیدم قدر وقت. نه. خو دیگه باز وقتی که هرات رفتم، در هرات یک دیگه طبیعت بود، فرهنگ،
دیگه شما مردمایشان رو میبینین، برخوردشان رو میبینین، نه و پوششون رو میبینین، آسمان تا زمین فرق داشت. چون بحثی حالا اونا شاید خودشان به طرف فرهنگی تر شدن مثلا میرفتن و واقعا نمیتونم است به توسعه فکر میکردن به نظام شهر و ای گپا خیلی از مسائل میبینیم ما دیدیم تغییرات بوده. یعنی ما وقتی خودم میگم ما در هرات از لحاظ معنوی تولد شدیم، تولد ما در هرات رقم خورد، واقعا اونجا نقطه عطف زندگی ما بود. ببخشید در امیجا همکارام بسیار مهم است بس وقفه. وقفه میگیریم باز قصه ایرات از اینجا ادامه میدیم. درست. وقفه دوستا، پس از دیدن وقفه دوباره بر میگردیم. ایراتی های عزیز شما بیخی منتظر باشید. خوش آمدین دوستان و حال قصه ایرات از زبان سپر عزیز مشتایم. دوره تحصیلی یک دوره بسیار شیرین از دوستا. هرات رفتیم، دانشگاه رفتیم، بعد از او که روزای اول بود از هر ولایت آمده بودن. ما اونجا که رفتم یک تصویر دیگه به ذهنم، دیگه نقطه عطف زندگیم که گفتم او بود واقعا. ولی کلانترین مشکل ما این بود هنوزم ما به دنبال سوالی که در ذهنم بود که چطور من میتونم در روی صنف بخیزم صحبت کنم، چطور میتونم مثلا یک دانشجو وقتی استادها کارخانگی گپا میتن که ای برای اجرا کنه و با صدای رسا بدون لرز و ترس انجام بده. یک سال مکمل با همی ترس در سال اول زندگی کردم. دو تا چیز بود که یک روز یک استاد، ما اسمشان رو نمیگیرم، احترامشان رو دارم، همه استادای خود سلام احترامات تقدیم میکنم، زندگی خوب و خوش داشته باشن، مدرسه‌هایشان همه استادا رو میبوسم، واقعا درس دادن. ولی یک خاطره تلخ بود اما برای ما یک به اندازه یک نعمت بسیار بزرگ بود. دو تا اتفاق در یک روز افتاد. داخل صنف بودیم، بحث رسانه ها بود، هر کس نظر خود میداد. باز استاد از من خواست که تو در مورد انیمی رسانه نظر چی است؟ دستش اشاره کرد. من فکر کردم کدام تای دیگر، داخل صنفم میشیدم. باز گفتم کدام تای دیگر میگه؟ گفت شما را میگم. از جای خود خستم، به من گفتن که نظر در مورد این موضوع چی است؟ ولی صنف تاریک میشه، 80 تا کم و بیش دانشجویان هستن، دخترها و بچه ها دیگه. من زیر تاثیر رفتم، یک کمی سیاهی دیگه حاکم شد به چشمایم که آدم ها رو به سختی میبینی. من گفتم که نظر ندارم. ششتم حتما هم اسم خنده کرده بود بسیار بلند و استاد گپاش یادم میامد، میگفت عجب غریب آدم های آمدن که مثلا حق اینجا هراتی ها را بخورن تو چیزی دیگه. اون خون ناخوشایند بود. بعدش دیگه ما سر خود پایین انداختیم، آزیری را گرفتن، دو طرف خود می دیدم که دو نفر ششته در کنارم، همه خیستن رفتن، ما ماندیم. ایش متوجه نبودیم که مثلا همه خیستن رفتن، استادم خسته چون ساعت تمام شده بود، آخر ساعتم بود. دیگه یک سن رفته، یک آدم سن رفته، شاید 65-70 سنش بود، ریشایشان سفید شده بود، سرشان هم نمیفهم از این لنگی بود یا کلا بود. آمدن داخل صنف شدن، به دستشان جاروب بود و همین صنف که بعد از که دانشجوها بیرون میشدن پاککاری میکردن. و من گفت، جوان گفت نرفتی، رخصت شده. ما یک وقت دیدم که متوجه شدم واقعا رخصت شده. باز به من گفت از کجا هستی؟ من گفتم از سمت شمال، از فاریاب. خواه گفت ازبیک هستی؟ گفتم ما. گفت کدام مشکل داری؟ او فهمیده بود که مثلا یک چیزی مخن اتفاق افتیده بود، اتفاق سختی افتیده. باز من گفتم اینمی رو از اینمی تو چیز شد. او آدم دیگه ندیدیم بعد از چند مدت، بعد تبدیل شد رفت.
نمیشناختم چون سال اول بود خیلی شاگردا دانشجو هم خب یکدیگر نمیشناختیم ما سال اول شاید خیلی ما را نمیشناختن به جز نماینده صنف چند نفری که کنار ما بودن و به ما گفت که بگو ما گفتم یعنی تو اتفاق افتاد گفت هیچ چیز نیست گفت تو باید گفت خوش باشی گفت دهی حد اینجا آمدی گفت تحصیل میکنی گفت گفت سایکو گفت مرا وضعیت مرا گفت گفت دو تا راه داری از اینجا گفت بخیز اینا را بکش اون اسلام قلعه است گفت بسیار نزدیک از ایران گفت بیل کلنگ همه چیز به خدمت و برو تا آخر عمرت کار کو اینمی شرایط مرا داری گفت من یک زندگی را تجربه کردم تجربهش برات میگم گفت یاد گفت درس بخون خوب درس بخوان و در اینجا خودت نشان بده خوب زندگی داشته می داشته باشی لباس خوب می پوشی دیگه خانه خوب می داشته باشی گفت مثل ماوری زندگی خراب ذلیل نمی داشته باشی گفت بسیار جوان هستی گفت هیچ مایوس نشو گفت بخیز از اینجا گفت اون او برام نقطه عطف بود سال اول ما بسیار با نمره دیگه گذشتاندیم چانس نخوردم اما سال دوم واقعا خوب خواندم داخل دانشگاه هم یک کمی داخل چند تا شناختم بسیار خوب چی چیزی میتونه که عشق سپیر بیرون کنه؟ یک چیزی که مثلا اینجا حقش است که باید اینجا مانده شوه هیره بگیرید اینجا بمانه بی‌عدالتی زندگی است دیگه همون که چند وقت پیش سراچاره یک از برنامه‌هاش هم دیدم حاجی صاحب ابراهیم عابد گفت که از او پرسیدن که افغان‌ها چطور زندگی داره باز گفت افغان‌ها اینقدر درد داره که دکو بندازی او میکنه دیگه ما هم شامل شاید اما دردا شویم همه گیم درد خودمان نیست من مذرت میخوام من هدف ما اصلا خدای نخواسته آوردن عشقت نبوده و من بازم مذرت میخوام چی سپیر ضعیف از مبارزه باز میداره سپیر عزیز چی چیز میتونه که خودت ضعیف بسازه چی چیز ضعیف میساز آدم این که بگویم نمیتونم که شاید در وجودم باشه که من نتانم که یعنی خودم اعتراف بکنم ولی ای واژه را زیاد تکرار کردن برای من بسیار چیز است دردآور است یعنی نمیتانم ما همیشه تمرین کردیم که این نمیتانم از خود دور کنم و دورش کردی و در حد دورش کردی ایره در تمام مراحلی که بسیار کوتاه بود با خودم بود در خیلی از مواقع برم گفته شده که مثلا تو نمیتونی به اینجا برسی به اون نقطه برسی تو لیاقتش نداری تو تصویرش نداری که مثلا بری گرداننده شوی حال شدی تو میتونی
وقفه داریم اجزا. پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم. با ما باشیم. بازم خوش آمدین دوستا و سپهر عزیز در کنار ماست. با خود داریمش. سپهر عزیز، گاه پشیمان شدی؟ که کاش گپ ها و عرف ها و قصه های مادر ما گوش میکردم و خبرنگاری نمیخواندم، طب میخواندم، انجینری میخواندم، قدر تقلب کردم، یک کم تقلب شیمه ما زیادتر میکردم تا در او رشته ها کامیاب میشد. نه، پشیمان نبودیم. از روز اولی که نمیتونستم گردانندگی کنم، نمیتونستم با مایک رو برو شوم، او روز پشیمانی نداشتم تا آخر گفتم من را برگشت نداره. و روزایی هم شد که یک نقطه برگشت داشت، قریب رفته بود برگشت میشد، خدا کمک کرد. شرایطی بود که من در آینه بودم و تا هنوز 3-4 ماه در آینه داخل نشده بودم، نه از حزب کسی را داشتم، نه کسی را میشناختم، وکیلم نداشتم، هیچ کس واسطه نداشتم. تا اینکه خلیلیار صاحب و دوستای دیگه ما که رئیس نشرات بودن، باز شناختن که من از قومایشان هستم، به من گفت دهی کابل گفت آمدی، گفت اینجا گفت فرق میکنه، گفت تو باید کسی رو بشناسی، واسطه کنی، این موضوعات گفتن. بعد من سرزنش هم کردن، حق هم داشتن، چون هم تو شرایط هم بود، باید واسطه میداشت. در مجریان که با سربازا زندگی میکردم، دو تا اتفاقی که برات قصه میکنم کوتا. یکی این که خب من یک مقدار پول از خواهرم گرفته بودم، میره آورده بودم، خلاص شد رفت، یک 10,000 نزدیک ازی دیگه پول گپ هم خلاص شده بود و 20 افغانی در جیب مانده بود. یک موضوع شد که بیشتر از اونجا دیده شدنم از دید اونا، چون امو پالیسیشان، چون اسرار نظامی و مسائل دیگه، گفتن که باید من نباشم اینجا دیگه. من از اونجا خستم، اگر پیش دوستای ما اینجا بودن، به خانه هایشان رفتیم، حتی محبت گفتم یک ماه دو ماه مثلا در خانهش بودم و دوستای دیگه آنجا گل محمد رحیمی در روزای سخت هم کاری کردن. ولی در او نقطه که اونا نبودن دیگه، من تصمیم گفتم باید به هیچ کس نه زنگ بزنم نه مزاحمشان شوم. باز از شیرپور خستم، بایک خدا گرفتم طرف، گفتم خب آله فاریاب میرم، نزدیک امو چمن حضوری اونجا موترا بود، از اونجا میرفتم. آمدم هزاران سوال به ذهنم بود که من برم چی بگم، به کجا برم، برگردم چیکار کنم، مردم گپ میزنن و خودم وجدانن چطور میتونم در بین قریه خود خود الگو بگم که ما دوباره برگشتیم. او به روحی دیگه خانواده ها که اولادایشان درس قرار است بخانه بگن، آخرش مثل سپر میشی، اونا نتونست وظیفه پیدا کنه، برگشت. به روحی اونا هم تأثیر میکرد. دوباره برگشتم همین 20 افغانی را. ماه مبارک رمضان بود، روز 17 بود دیگه، پل خشتی من پس دوباره آمدم مسجد پل خشتی، اونجا نماز خوانده رفته بودم، من رفتم نماز خواندم، بیرون شدم افطار کردم. یک نقطه بود. نقطه دیگه وقتی که اولین روز بود، قرار بود که من برنامه خود آغاز بکنم، اولین بار در تصویر برنامه چشم‌انداز روز بود، با بسیار مشکلات ما برنامه را به دست آوردیم، بسیار سختی ها. و قصهش طولانی است، وقت برنامه چیز نمیکنه. و به من گفتن که برنامه را تو پیش ببر، ساعت ده بین 9 و 10 اینا بود دیگه، 11 برنامه لایف میشد، چشم‌انداز روز بود. مرا گفتن که توی برنامه را پیش ببر، 2 تا مهمان داری. خب شبم برام نگفته بودن که مثلا فردا اینی یه از آمادگی بگیری. خب نمیفهم چرا اینطور کار شد.
دیگه من در اتاق آمدم با سربازا و وقت یک دوست ما بود بشیر کماندان میگفت بسیار بچه جوان بود کوکگی زیاد میکرد در تخت خودش مرا میخوابند خودش میرم در تخت بام میخوابید بسیار بزرگی کرده بود همیشه یادم است و رفتم دیگه هیچ کس نبود حمام بود داخل حمام شدم دیگه شامپوی گپا نبود من پودر لباسشویی را گرفتیم سر خودش شدم ایره بارها شده دیگه آمدگی گرفتم خواهرم یک تقریبا 8 ماه 9 ماه پیش که ما هنوز به تصویر نبرامدیم خواهرم گوشواریش فروخته بود من پول روان کرده بود درشی بگی این درشی کنم شده بود یعنی پیش از برنامه پوشیده بودی دیگه زیاد پوشیده بودم میگفتم که باید پیش خود فکر میکردم یک ماه دو ماه وقت میگیرم شاید به تصویر برایم یه 8 ماه وقت گرفت 8 ماه بیشتر از 8 ماه وقت گرفت حال اینکه مرا به عنوان آپلودر استخدام کرده بودم برنامه ها را در یوتیوب مندازی در فیسبوک مندازی و با متنش اینا نوشته میکنی و در جریان از این که من آپلودر استخدام شدم بر خود یک فرصت میدیدم مطالعه میکردم برنامه های سیاسی را زیاد میدیدم حتی از طلوع نیوز برنامه هایش که گردانندگی میکردن نجفی زاده صاحب دوستای دیگه من اونا را یک مصاحبه را 3 بارم میدیدم یاد داشت میکردم سوال هایش را بیرون میکرد دیگه اینمی رقم شد خب از گام های کوچک گام های بزرگ موفقیت های بزرگ از گام های کوچک آغاز میشه دقیقا نی تلخترین تجربه روزگار کمیشه در زندگیتان به عنوان یک درس پنداشته میشه بوده درست همی دو موضوعی را که شما قصه کردین و با 20 افغانی هم نمیشد دیگه فاریاب بریم اصلا چی میکردین؟ قرار بود که خانه بروم خانه را هم خبر نکرده بودم خانه بروم بعد از او دیگه با اونجا کسی که قرار بود نمایندگی ببره ترانسپورت برش میگفتم که خانه رسیدم باز پول تمیتم باز خانه اونجا رفتم باز زنگ میدادم میگفتم یعنی ما خوب شد خیلی نرفتیم باز دوباره برگشتیم نخستین آیت تانه چی کردین؟ قرض خواهر تانه پرداختید یا نه به فامیل روان کردید یا نه دریشی میریشی و لباس و بوت و موضوعات دیگه خریدید دیگه ما سیار کوتا 8000 ماش میگفتم یادم نمیه قرض زیاد داشتیم من روزم دارم دیگه فرصتش نشد که بیشتر اوقات همین قرضا زیاد بود واقعیتش در کابل زندگی کردن با فامیل بودن دیگه ماش رسانه که 8000 ماش میداد تا 1.5 سال بعد از اون دیگه 15000 یک چند ماه ماش گرفتیم خلاص یاد نمه چی کردی با 8000 افغانی را؟ هیچ یادم نمه ما اینقدر درگیر خود ما بودیم که ایشگاه و موضوعات زیاد یادم نمونده واقعیتش یاد وقفه داریم سپیر عزیز بخش آخر برنامه هم فراموش نکنین دوستا بخش جالب است چند عکس از دوران های مختلف سپیر و شما نشر خواهد کردیم بخش پایانی برنامه و واژه های مختلف را من روی تخته می نویسم تعریف اون واژه ها را از زبان سپیر عزیز خواد چیندیم دوستا اولین واژه که میخوایم بنویسم پدر یک مرد بسیار واقعی به تمام معنا یعنی میفهمی یک خاطره کوچک بسیار امیل از یادم آمد دیگه پدرم مثلا 75000 افغانی کل چیز زندگیشان بود سرمایهشان بود برای من مثلا 35000 کامپیوتر خریده بود باز مادرم اعتراض میکرد و از اون رقم خدمت ها را زیاد کرده ما چیزی نکردیم برشان همیشه معذرت میخوایم واقعا چه خدمتی کردن اتالس رفیق زهرت هم میتونی به سرش براحتی در دلت برش بگوی او رازداری میکنه و رازدار میباشه چند تا داشتم یکیش در فاریاب است میرویس جان یکیش قریشی صاحب میشناسی بله بله منصور قریشی
دیگه شکیب جان، دوستای دیگه که اسمشان زیاد است، زیاد است. ما کسایی که بیشتر زیاد بودیم امروش واخن رفیق بودن. بالاخره کسانی که عمدم و در روزهای شادی و غم و روزگار اگر امینا بودن میگفتن که بر وقتهایی که احساساتی میشدم واقعا میخواستم همه چیز به هم بزنم نمیماندن. در مورد زادگاهتان فاریاب، یک چیز در امو فاریاب مردمش میبینم بسیار استعداد دارن مردمایش. ایره به خاطر خدا نخواسته بر خودم هست یا اینان نمیگم، و همیشه در سیاست ها استفاده شده این مردم و برشان حقشان امو که مثلا تحصیل باشه. بسیار مردم های روشن فکر زیاد دارن، اما در جنگ و این چیزا زیاد ازشان ابزاری استفاده شده. در مورد یک نام میخواهیم که دیدگاه شما را بدانم. شهید یما سیاوش. و من فیسبوک پدرجانشان تعقیب میکنم، هنوزم درد میکشن. میفهمم کل خانوادهشان درد میکشه، برایشان صبر میخواهیم. الماس مطبوعات ما بود، روزنامه نگاری و همه گیشه بیاییم. یک سبک منحصر به فرد خودش داشت، همونطور که هر کس یک سبک است. خیلی از واقعیت ها را در برنامه که حالا مثلا من در چوکیش فراخبر است میشینم، شرمندیش میبینم بسیار متفاوت بوده. از هر نگاه خیلی از دوستایشان هم همکارا که اینجا ماندن قصه میکنم بسیار اخلاق داشت، از همه مهمتر، چون در کار روزنامه نگاری اخلاق خیلی مهم است. در همه کار اخلاق مهم است. آخرین واژه در مورد مکان مینویسم که میشه نظرتان ارائه کنید. موبی گروپ مشخصا شمایی که در طولو نیوز هستی. موبی گروپ، طولو نیوز، طولو، اینا همگیش برای هر جوان یک رویاست که اینجا بیاید. و من با قریشی 1.5 سال کمتر و بیشتر در این وزیر اکبر خان اونجا پارک است. اینجا می آمدیم می گفتیم اینجا بیاییم، چه وقت میشه که بیاییم. بسیار سخت بود. خب، بالاخره رسیدین. شکر کامل. حالا دیگه چی میگن، یک تحول آمد، استعدادهای خوب که استادای ما حساب میشه اونا رفتن دیگه، اما رفتن اونا باعث شد که ما را بپذیرن. بسیار خوب، بخیر باشید. تشکر، بسیار برنامه خوب بود جناب سپیر. از اینکه به برنامه ما اومدی یک دنیا ممنون هستم. ان شاء الله در کارت همیشه موفق کامیاب باشی. نام خدا، سبک متفاوت داری، سبک فوق العاده عالی داری و یک روز ببینیم که بخیر سپر با فامیل خود، تمام اعضای فامیل خود کابل خواسته و یک جا زندگی. بسیار زیاد تشکر، من بسیار خوش شدم رامکی صاحب. بخیر بشید. دعوت کردیم، از شما سپاسگزار هستم، از مردم عزیز. و در این شرایط بسیار دشوار قرار دارن، زخم زیاد دیدن، دردشان زیاد است. خداوند خودش کمک کنم، بجز خداوند دیگه این کشور یک چیز دیگه میتونه کشور را نجات بده، او اونم قلمی که به دستت است، یعنی قلم نجات میده. من تانست هیچ کشوری رو سراغ ندارم که او نباشه، او کشور رشد کرده باشه. با همون قلم کشورها رشد کردن. یقینا. و امید این که مکاتب دختران هم باز شوه، همه درس بخوانیم، این کشور را نجات بده. بخیر باشین، سپاسگزار. تشکر از شما وطندارایم که برنامه شب ما رو تماشا کردین. تا برنامه های بعدی که بازم حضورتان میایم، همه تان به خداوند مسپارم. همیشه خوشی، خوبی، مهربانی از آن شما باشه. بدرود دوستای عزیز.